تمرین های عباس کریمی آبباز پرافتخار افغان برای آمادگی به رقابت های المپیک 2020 ژاپن. این اسطوره برحال شنای معلولان کشور برای رفتن به بزرگترین رویداد ورزشی جهان لحظه شماری می کند. تمرین های فشرده و طاقت فرسا تا او را به آرزویش که مدال المپیک است برساند. تمام آمادگی خود را در بازی المپیک از 11 ماه رئیس خود گرفتیم. انشالله که بتوانم نتیجه خود و مدال مقدر از بازی المپیک بگیرم. عباس نخستین های آب‌بازی را نزد قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون برحال شنا در کابل آموخت. این شناگر پرآوازه معلول کشور 14 سال داشت که راهی ترکیه و بعدها به ایالات متحده آمریکا مهاجر شد و توانست بزرگترین افتخارات را به نام خودش ثبت کند. با سختی توانست شنا را فرا بگیرد، اما خیلی با سرعت پله‌های پیروزی را و صعود را پیمود. تاریک عباس امروز یک اسطوره تبدیل شده و امروز بر همگی ثابت کرده که خواستن توانستن است و هیچ وقت معلولیت ناتوانی نیست. کریمی تا حال برای خود و آمریکا رقابت کرده است. دلیل آن را بی‌توجهی مسئولان پیشین اداره ورزشی افغانستان می‌گوید. تو افغانستان بخصوص به ما کلم توجهی نداشت و حتی وعده هایی که داده بودم از طرف المپیک افغانستان وعده خود و وفا نکردن همین باعث شد که ما کشور خارج کنیم. عباس آرزو دارد کار مثبتی برای معلولان و مردمش انجام دهد و در میان معلولین الگو باشد. چون ما موفق شدیم اولین افغانی که در سطح جهان مدال نقره را گرفت و بعد از او در بازی المپیک در بیست توکیو را پیدا کرد. نظر من خیلی زیاد چیزی بازی است که انگیزه بالایی است. امیدوار هستم که دایندان بتوانم الگوی خوبی باشم در جامعه افغانستان و بتوانم خدمت کنم به معلولین و ورزشکارهای افغانستان. این اعجوبه شنا با وجود این که از دو دست معلول می باشد همواره موفقیت های چشمگیر و دستاوردهایش در سرخط رسانه های ملی و بین المللی درشت نمایی می کند.